پیانیست فرانسوی ویولت تروست و همکارش نوازنده ویونسل فلوران اولیور اعضای گروهی هستند که خود را پیانوی دریاچه می‌خواند و این تابستان تا آخر شهریور دور اسپانیا روی دریاچه ها کنسرت می‌دهند. اما اجرای آنها روز یکشنبه روی دریاچه پرادو لوگوی مادرید تنها اجرای آنها در پایتخت اسپانیا است که صدها تن از اهالی و توریست‌ها را در آستانه غروب آفتاب به محله کارگری اوسرا کشانید. خانم پرووست در اجراهای اسپانیا با یک گروه نوازنده از جمله گیتار و طبل و همچنین رقصنده در قایق‌های متعدد همراه است. ما در پاسخ با آنچه در محیط و فضا میگذره موسیقی میزنیم. مثلا باد هست، نور هست و همه اینا در بیان هنری و موسیقی تاثیر میذاره و مهمتر از اون رابطه با تماشاگر خیلی عوض میشه، چون با حذف اون دیوار چهارم تئاتر دیگه مرزی میان هنرمند و تماشاگر وجود نداره و نوعی پیوند میان آنها شکل میگیره. در لحظات طلایی غروب برای تماشاگرها منظره آشنای دریاچه و پارک در ترکیب با این موسیقی تازگی پیدا می کند. مددکار اجتماعی 55 ساله ساکن مادرید جلوه رنگ پیانو و لباس زیبای خانم پرووست در آبهای دریاچه و موسیقی خارق‌العاده او را تحسین می کند. و برای این معلم زبان انگلیسی تماشای رقص و موسیقی در موقعیتی غیر معمولی وسط دریاچه خوشایند بود و اون رو خارق‌العاده توصیف میکند. دوستش دارم و مقداری هم به اون عادت کردم، ولی واقعا به هوا بستگی داره. گاهی خیلی آرومه ولی گاهی که موج زیاده پیانو زدن سخت میشه. واقعا طبیعتی که باعث باد و دیگر چیزها و حرکت آب میشه و واقعا فکر میکنم برداشت من از موسیقی سیال میشه. در واقع جنبشی دائمیه در همون جهت موسیقی که ما عرضه میکنیم. خانم پرووست نمونه هایی از موسیقی کلاسیک و معاصر برای تماشاگران مادریدی اجرا کرد و از تماشاگران خواست خود را در موسیقی غرق کنند، چون دیوار چهارم که تماشاگر را از هنرمند جدا می کند در آنجا نیست.